سلام خیلی خوش اومدین به قسمت 19 برنامه 14 امیدوارم که کرونا ازتون دور باشه و خواهش میکنم توی این دوران بهداشت رو رایت بکنین زیاد از خونه بیرون نرین مگر اینکه برای کار استراری باشه و خواهش میکنم ازتون آجزانه که مسافرت نرین و توی خونه هاتون بمونین به خاطر اینکه این, این مسافرت رفتنها باعث میشه که این کرونا خیلی زیاد بشه و بین جمعیت زیادی گسترش پیدا کنه و خواهش میکنم که بهداشتتون رو حتما حتما رایت بکنین روزی چند بار دستا رو بشورین و بدنتون رو دوش بگیرین و بهداشت رو رایت بکنین خدا رو شکر تا الان تونستین و توانایش رو داشتین که این کرونا رو از خودتون دور نگه دارین از الان به بعد هم میتونین می این کار رو انجام بدید با اینکه فقط بهداشتتون رو رایت بکنین همونطوری که میبینید شاید توی برنامه امروز ما متاسفانه متین رو کنار خودمون نداریم اما از قسمت های بعدی متین در کنار ما خواهد بود فقط این قسمت نیست و اینکه همون روال همیشگی برنامه خواهد بود و ما امروز مهمان عزیزی رو داریم که قرار راجع به موضوع برنامه که امروز تنها بودن یا احساس تنهایی قسمت دومش هست قراره که با مهمون عزیزمون صحبتی داشته باشیم گپ و گفتی داشته باشیم ایشون توی استودیو همراه ما هستن از چند دقیقه دیگه با ما همراه باشین و طبق معمول همیشه در قسمت آخر برنامه آیا میدانستید ها رو داریم و آیه در اما همونطوری که میدونین ما راه های ارتباطی مختلفی داریم که شما میتونید از طریق اونها با ما در ارتباط باشین ما از طریق فیسبوک و یوتیوب شما میتونین برنامه های ما رو اونجا ببینین هر قسمت از برنامه ما رو و از طریق تلگرام، واتساب، وایبر هم میتونین به ما نظرات و پیشنهاداتتون رو بگین امروز قسمت دوم تنهایی یا احساس تنهایی اگر که فکر میکنین موضوعی هست که دوست دارین راجبش با ما صحبت بکنین یا عکس و فیلمی که دوست دارین با ما به اشتراک بذارین حتما از طریق راه های ارتباطی که بهتون گفتم و زیر حتما زیر نویس میشه زیر تفس... تصویر من با ما در ارتباط باشین و نظرات و پیشنهاداتتون رو بگین اگه موضوعی هست که شما دوست دارین ما توی برنامه راجبش حرف بزنیم حتما به ما بگین و اگر که نظری انتقادی پیشنهادی دارین حتما با ما در میون بذارین چون ما این برنامه رو داریم برای شما میسازیم و نظرات شما باعث میشه که ما برنامه بهتری بسازیم همونطوری که بهتون گفتم امروز قسمت دوم تنهایی یا احساس تنهایی ما تو قسمت قبلی راجع به تنهایی و احساس تنهایی صحبت کردیم با متین راجع به اینکه تنهایی چیه و این احساس تنهایی چیه و چه فرقی این دو تا با هم دیگه دارن راجع به باورهای غلطی که برای تنهایی و احساس تنهایی بین مردم به وجود اومده بود صحبت کردیم و اینکه ما اصلا چجوری با این احساس تنهایی تو زندگیمون مقابله کنیم و باهاش کنار بیایم اما توی این قسمت همونطوری که بهتون گفتم مهمون عزیزی رو خواهیم داشت که قراره با ایشون راجب تنهایی صحبت کنیم راجب مشکلاتی که تنهایی توی زندگی دو نفره به وجود میاره توی رابطه های دو نفره به وجود میاره و اینکه اصلا آیا تنهایی لازم هست یا نه از دید کتاب مقدس ما قراره راجب این موضوع با همدیگه صحبت کنیم و این تنهایی رو چجوری از رابطه های دو نفرمون دور کنیم با ما همراه باشیم با همدیگه دیگه میریم یک استراحت کوتاهی میکنیم توی این استراحت شما حتما از ما یه ویدیوی میبینین که بهتون میگه که ما از 31 مارچ فکر میکنم فکر میکنم میشه دوازده فروردین ما دیگه توی ماهواره هاتبرد نخواهیم بود ولی توی ماهواره یاهصد هستیم پس اگر ما رو از هاتبرد دارین تماشا میکنین حتما برین و فرکانس یاهصد ما رو پیدا کنین و ما رو از ماهواره یاهصد تماشا بکنین با هم دیگه میریم این ویدیو رو میبینیم و برمیگردیم بینندگان و همراهان گرامی شبکه ماهواره ی ست پارس مایل است تا به اطلاع شما برساند که از تاریخ سهشنبه دوازدهم فروردین 1399 برابر با 31 مارس 2020 پخش برنامه های شبکه در ماهواره هاتبرد متوقف خواهند شد. از تاریخ دوازده فروردین به بعد برنامه های ست پارس تنها از طریق ماهواره یاه ست قابل دسترسی و تماشا می باشند. لازم به ذکر است که به مانند همیشه تماشای برنامه ها از طریق جیل وبسایت سایت ست پارس و اپ ست پارس امکان پذیر خواهد بود. در صورت داشتن هر گونه پرسش و یا تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید و یا به صفحات اجتماعی ما مراجعه نمایید. از همراهی و حمایت شما سپاس گذارید. بله همونطوری که توی ویدیو دیدین و همونطوری که من بهتون گفتم ما از 31 و مارچ دیگه در ماهواره هاتبرد نیستیم و شما میتونید فقط از طریق یاه صد ما رو تماشا بکنید اما ما راه های ارتباطی مختلفی داریم که توی قسمت قبلی بهتون گفتم راه های ارتباطی و حتما هم در طول برنامه زیر تصویر من زیرنویس میشه این راه های ارتباطی نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگین ما برنامه رو داریم برای شما میسازیم نظرات شما خیلی روی برنامه ما تاثیر داره همونطوری که بهتون گفتم امروز در خدمت مهمون عزیزی هستیم که قرار راجع به تنهایی و احساس تنهایی قسمت دوم با ایشون صحبت کنیم در خدمت کوروش اسدی عزیز هستیم ایشون در واقع مدیریت شرکت مشاوره حقوقی رو بر عهده دارن و به نظر من تو کارشون درجه یک هستن و توی کلیسا هم رهبر هیئت کلیسا هستن و کتاب مقدس رو درس میدن و خیلی فعالیت های مختلف دیگه ای دارن در خدمت ایشون هستیم خیلی, خیلی ممنون, ممنونم. که امروز تشریف آوردیم و دعوت ما رو پذیرفتین اگه سلامی هست بفرمایید خیلی ممنونم که از من تعریف کردین <تصفح> برای تعریفاتون پولس رسول میگه توی کتاب مقدس که اگر چیزی هم شدیم به خاطر فیض خدا بود کاملا درست, و واقعا درست. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز خدمت شما مرسی. و خیلی ممنونم واقعا قدردانم که این فرصت رو امروز به من دادین و در خدمت شما خواهش میکنم همونطوری که فکر میکنم شنیدین امروز ما میخوایم راجع به تنهایی و احساس تنهایی صحبت کنیم قبل از اینکه بریم سراغ اینکه آیا تنهایی لازمه و از دیدگاه کتاب مقدس بهش بپردازیم توی حرفا من به این قضیه اشاره کردم که ما تو قسمت قبلی راجع به باورهای غلطی که در تنهایی و احساس تنهایی بین مردم به وجود اومده صحبت کردیم و یکیش بیماری های جسمی بود که به وجود میاد از تنهایی درسته که تنهایی یه سری بیماری های جسمی به وجود میاره ولی اینکه ما فکر کنیم که همیشه حتی تنهاییایی که خودمون انتخاب میکنیم تنها باشیم بیماری جسمی رو به همراه داره آیا به نظر شما درسته آیا همچین اتفاقی هست نظر شخصی من اینه که میتونه تاثیرگذار گذار باشه بله. ولی ما نمیتونیم بگیم که خیلی به حالت کلی بگیم این رو مهم. میتونه یه تاثیراتی داشته باشه مهم. و خیلی تحقیقات نشون دادن که کسایی که به عنوان مثال تنها هستن درصد این در واقع مرگ زودرسشون بیشتر از کسایی هست که توی کمیونیتی هستن جامعه و هستن. جامعه برد. هستن. حتی آماری یا آماری من خوندم پنجاه درصد بیشترن. مم. پس میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اینکه همیشه نه خیلی وقت هم هست یه افرادی هستن که اصلا تناوی راحت ترند بله. خیلی آدم های شادی هم هستن ام. ما اصلا نمونهش هم داریم توی کتاب مقدس خود پولس رسول هست ام. که مجرد بود آدم سینگل بود مجرد بله. بود و توی کتاب فیلیپیان باب چار آیه چار موقع که این رساله رو می توی زندان ام. بوده توی زنجیر بوده ام. ولی به کلیسا میگه به کلیسای فیلیپیان میگه که باز میگم بازم به شما شاد باشید و شاد باشید که شما تصور کنین یه آدمی که توی بند بوده توی زندان بوده یه آدمی که تنها بوده یه آدمی که مجرد بوده و ام. این رساله راجب شادی راجب قوت راجب قدرت صحبت میکنه درسته بریم سراغ این که آیا به نظر شما چون من خودم به شخص آدمیم که همیشه توی زندگیم یه موقعیت خاصی رو اختصاص میدم به تنهایی خودم و سعی میکنم که تو اون تنهایی حالا یا کتاب بخونم یا فیلم ببینم یا درس بخونم و یه ساعت رو به تنهایی خودم اختصاص میدم ولی خیلی ها رو دیدم که نه اصلا به این تنها بودن اعتقادی ندارن و اعتقاد دارن که نه همیشه باید با کسی باشی حالا اون کسی میتونه یه نفر یا یک جامعه باشه که تو بتونی خودت رو همیشه شاد نگه داری. ولی من احساس میکنم و دلیلم دارم برای این احساسم که اون تنهایی که آدم داره باعث میشه آدم خلاقتر بشه و حالا بیشتر راجبش حرف میزنم اما به نظر شما آیا این تنهایی در زندگی هر فردی لازم هست یا اصلا همیشه باید با یک شخصی یا یک جامعه ای باشی که زندگی خوبی داشته باشی و حالا از دیدگاه کتاب مقدس به نظر من من گایدلاینم کتاب مقدسه بل. و به عنوان اصلا کلام خدا میگه توی کتاب رومیان باب 15 میگه که تمام نوشته های کتاب مقدس به عنوان یه الگویی برای ما داده شده یعنی زندگی مردا و زنای خدا و همچنین چیزی که توی کتاب مقدس هست برای ما مثل یه گایدلاینی مثل یه الگویی هست و و... و, و, کلام خدا هم میگه میگه ما اصلا خدا هدف خدا برای ما این بود که به شباهت مسیح در بیاییم درست این بله. کتاب رومیان باب 8 آیه 29 بله. و فکر میکنم افسوسیان 4 11 اصلا خدا میخواد که ما و وقتی که زندگی خود عیسی مسیح خداوند رو ما نگاه میکنیم فهم فکر میکنم توی انجیل مرقس باب 1 آیه 34 یا 35 میگه که عیسی رفت به یه جای تنها یا حتی قبل از اینکه که دوازده شاگرد رو انتخاب کنه توی انجیل دوغا ایسای مسیح از شب تا صبح تنها منه. و در یه مکان تنها بود درست. برای همین من اعتقاد دارم که ما به عنوان ایماندارای به ایسای مسیح هم این نیاز رو داریم که در اجتماع باشیم بله. در ارتباط با خانواده باشیم در ارتباط مم. با کلیسا باشیم در ارتباط با محیط کار باشیم مم. اون لوکال کمیونیتی باشیم ولی یه موقعی رو هم واقعا اح... احتیاج داریم که اه... تنها باشیم بله. تنها باشیم به حضور خداوند باشیم مم. و اون رابطه که با خدا داریم خود من اینجورم من همیشه یک روز رو سعی میکنم آف بگیرم مهم. هیچ کاری نکنم مهم. و یه موقعی اصلا تنها میشینم همین جور به حضور خدا فقط میشینم فقط در حال دعا بعض وقتا ساعتها همینجور همین جور به حضور مهم. خدا میشینم که ببینم که اون رابطه ای که ما با هم داریم با خدا دارم در واقع مهم. خیلی عمیقتر بشه خیلی بهتر بشه و این رو من دیدم من یادم بعضی وقتا میشستم سه چهار ساعت تنهایی به حضور خدا مهم. و یک روز توی محیط کارم منیجر من توی فرمی کار میکردم به نام دانکن لویس بله. یکی از بزرگترین لیگال فرمای این بله. شهر هست مهم. بعد منیجر من به من گفت که من یه سوال از شما دارم میشه جواب این سوال من بدین؟ گفتم خب بستگی داره سوالت چیه؟ گفت شما به کی ایمان دارین گفتم خب این خیلی سوال پرایوتی بله. ولی چرا این سوال گفت به خاطر اینکه خیلی سوال شخصیه آره خیلی خیلی شخصیه بله. گفت من هر موقع تو رو میبینم حس میکنم یه نفر جفت توه ام. اون شخص کیه که جفت توه حس میکنم دست یک نفر روی شونه توه بعد گفتم میشناسم اونو بعد گفت وقتی که شروع به کار کردن اینجا کردی ماهای اول اصلا چیز بود هیچ امیدی من به تو نداشتم ولی ام. چند ماه که گذشت اصلا انگار اون شخص رو عوض کردن یه شخص دیگه اومده ام. و من میبینم یک نفر هست توی زندگی تو کیه؟ گفتم آره اون مسیح خداونده و اونجا من تقویت شدم که اون تایمایی که من ساعت ها نشستم به حضور خدا دعا کردم به حضور ام. خدا رفتم اونجا عشقای من همینجور اومدم پایین و اون در واقع تقبیتی بود برای من که این تایمای تنهایی مم. که با خدا بود تایمای ویستی نبود یعنی به هدر نرفت برای همین من این اعتقاد رو دارم ما به عنوان ایماندارای به مسیح احتیاج داریم یعنی اون زب من خودم یادم یه روز پیش یکی از شبانا بودم باهاش داشتم صحبت میکردم من میگفتم من حس میکنم شما یه پروتکشنی دارین یه چیزی هست, هست از،, از, شما بلد. محافظت میکنه من خیالاتی شدم یا ام. گفت که راجع به این من ساعت ها میتونم با تو صحبت کنم ام. که این محافظت چجور بلد. این گارد این سپر چجور به وجوده فقط یه چیز رو بهت بگم به حضور خدا رفتن تایم ام. های تنهایی بله. یکی از علت های انگارده بله دقیقا همین چیزی که شما میگین به نظر من اون تایم تنهایی با خداست که اصلا پایر رو میسازه و پایر رو مستحکم ترش میکنه و من خودم به شخصه احساس میکنم آدم هایی که یک تایم تنهایی رو به خودشون و زندگی شخصی خودشون اختصاص میدن آدم های خلاقتری هم هستن به خاطر اینکه آدم توی اون تایم تنهاییش وقتی تفکر میکنه بیشتر فکر میکنه حالا کتاب میخونه یا هر چیز دیگه ای مغز آدم بیشتر به کار میافته و آدم خلاقتری میشه انسان و هرچی از فکر بیشتر کار بکشی بیشتر محصولات بهتری به تحویل میده بفرمایید اگه تایید حرف شما بله این یه رفرنس بیبلیکال کتاب مقدسی بله. هم داره چیزی که شما فرمودین بله. توی کتاب دوم تواریخ باب بله. 26 آیه 5 راجع به اوزیای پادشاه صحبت میکنه میگه مادامی که روی خدا رو میتلبید موفق بود بله. و این پادشاه پادشاهی بود که یه سری چیزها کشف کرد اصلا توی صنعت کشاورزی توی یه همون حالت ابدا داشت حالا نمیدونم به فارسی چی کاشف میشه بود. آره کاشف ام. بود بلد. و مادامی که روی خدا رو میطلبید این پادشاه اوزیا کلام خدا میگه موفق بود ولی ای که این شخص غرور گرفت ام. رفت توی خانه خدا که کار کاهنا رو انجام بده ام. به جوزا مبتلا شد بله یعنی اون در واقع اون نیاز رو دیگه احساس نمیکرد حس میکرد نه نه خودم من میتونم, خودم آدم میتونم برم آره ام. کار آدم ها رو انجام بدم و این برای تایید حرف شما بود راجب خلاقی من به نظرم یه فرقی هست بین آدم هایی که تنهایی رو خودشون انتخاب میکنن مثل حالا مثالی که من برای خودم زدم من خودم تنهایی رو انتخاب میکنم و یه تایمی رو یک زمانی رو بهش اختصاص میدم و بین آدمهایی که تنهایی رو انتخاب نمیکنن کلا ضد اجتماع هستن من فکر میکنم یه فرقی بین اینا هست اما توی این قسمت زیاد زمان نداریم توی قسمت بعدی که برگشتیم حتما راجع به این موضوع میخوام نظر شما رو هم بدونم که به نظر شما چه فرقی بین این دو گروه هستش مرسی از شما که تا اینجا خارج. همراه ما بودین و مرسی از شما که تا اینجا برنامه همراه ما بودین با هم دیگه میخوایم بریم یک استراحت کوتاهی بکنیم یک میوزیک ویدیو میبینیم و برمیگردیم خدا

همه یک جا، یک دل در خانه هنرمندان مسیحی بله موزیک ویدیویی که دیدیم رو موزیک ویدیوی قشنگی بود در خدمت کوروش اسدی عزیز هستیم امروز و تا الان راجع به تنهایی و احساس تنهایی صحبت کردیم و اینکه اصلا آیا این تنهایی توی زندگی ما لازمه بعضی وقتها رو به تنهایی خودمون و زندگی شخصیمون اختصاص بدیم یا نه و اینکه تو قسمت قبلی آخر قسمت قبلی کوروش جان راجع به این صحبت کردیم که یه سری از آدمها هستن مثل من که تنهایی رو خودشون انتخاب میکنن و یک زمانی رو بهش توی زندگیشون اختصاص میدن و حالا کار شخصیشون رو انجام میدن یا هر چیزی توی اون دعا میکنن به دعا میشینن توی اون تنهاییشون ولی یه سری ها هستن که کلا ضد اجتماع و کلا همیشه دوست دارن تنها باشن آیا به نظر شما فرقی هست و چه فرقی بین این دو دسته و بین این دو گروه هست من بازم میخوام از دیدگاه کتاب مقدس امه. نگاه کنم به, به این موضوع اه. اه، کتاب مقدس خدایی که ما بهش اعتقاد داریم خدایی تسلیسه خدایی که را در خودش یعنی در ذات خودش رابطه هست بله. بین پدر و پسر و روح. رو. و این خدا وقتی انسان رو میخواست خلق کنه میگه که بذار انسان بذار آدم رو به شکل خودمون خلق کنیم امه. یعنی اون در واقع ذاتی که بله. طالب ارتباط هست رو آ... انسان رو هم داره و باز توی پیدایش باب دو آیه 18 خداوند میگه خوب نیست انسان تنها و آدم تنها م. باشه پس بذار یه معاونی برای او آ... به ب... وجود بیارم بس. و تو آیه 24 میگه که هوا رو آ... آفرید, آفرید. پس اون دیدگاهی که خود کلام خدا برای ما داره اینه که ما در ارتباط باشیم یعنی در ارتباط با افراد باشیم در ارتباط مم. با خود خدا باشیم در ارتباط با افرادی باشیم که هنوز نجات رو ندارن مم. ما به عنوان ایماندارایی به مسیح به نظر شخص من ما باید در در مشارکت باشیم درست. در مشارکت با خدا باشیم در مشارکت با کلیسا باشیم و در مشارکت با دنیایی که نجات نداره بعد با اینا در ارتباط باشیم و انسان به عنوان حالا خود پولس وقتی که آدم سینگلی بود تنها تن بود بجرد... ولی میدونیم به چند تا کلیسا رسیدگی میکرد اصلا توی کتاب پدری میکرد به کلیسای قرنتیان میگه میگه شما شاید هزار تا معلم داشته باشین ولی پدر شما منم شاید پسر فرزند در واقع که جسمانی خودش رو نداشت برد. ولی کلیسا افراد کلیسا مثل فرزندانش بودن ام. و ما به عنوان مسیحیا این خاندگی رو داریم که،, که این مشارکت رو داشته باشیم برد. و اگر این مشارکت رو نداشته باشیم یعنی کامل قطع بشیم از دنیا و اون تبعاتی طبعات طبعات مثل بلد. افسردگی، مثل خستگی، خوشونت. مثل برد بودن، بلد. مثل خشونت و من بلد. دیدم خیلی خیلی وقتا دیدم خیلی رفتارها کسایی که آیسولیت بودن، منظوی بودن منظبی. و خیلی تبعات خیلی بد مثل افسردگی، بلد. خیلی شدید. شدید چون من خود درست. من با افرادی که ناراحتی روحی داشتن یه چیزی حدود 15 سال کار کردم مم. توی کارهای قبلی که بلد. انجام دادم و خیلی ترنینگ و خیلی های مختلف رفتم مم. و دیدم طبعات این رو که چقدر روی افراد این تنها بودن این آیزولید بودن, بودن. تاثیر داشت کاملا این چیزی که میگین درسته حالا این تنهایی به نظر من تنهایی موضوعیه که خیلی میشه راجبش حرف زد ولی یه بحث دیگه که میشه واردش شد یه که بین روابط وجود داره و یه سریا هستن در روابطشون با اینکه با یک آدم دیگه رابطه حالا احساسی و عاطفی دارن و توی اون رابطه هستن اما باز هم توی اون رابطه احساس تنهایی میکنن و اصلا چرا به نظر شما توی اون زندگی مشترک و توی اون زندگی عاطفی ارتباط دو نفره چرا این اتفاق تنهایی این احساس تنهایی توی آدم به وجود میاد؟ این کمیونیکیشن به نظر من خیلی چیز آره مهمه ما دو, دو تا حکمت داریم بله. یکی حکمت آسمانیه که از خدا میاد یکی حکمت زمینیه درست. و ما توی, توی این دنیا زندگی میکنیم درسته کلام خدا میگه ما از دنیا نیستیم ولی توی دنیا زندگی میکنیم بله. و باید بتونیم خیلی خیلی چیزها رو خیلی علم رو خیلی چیزهای در واقع مشاوره ها رو هم مشاوره های مسیحی هم مشاوره های غیر مسیحی بله. برای همین اون مسئله کمیونیکیشن چون من یادم یه کلاینتی داشتم با من صحبت میکرد میگفت که من با همسرم بعض وقتا توی خونه بودیم چهار پنج ساعت با هم حرف نمی زدیم بله. بله هیچ هیچ کمیونیکیشنی نداشتیم هیچ ارتباطی نداشتیم با هم صحبت نمی, نمی کردیم مم. و این نداشتن ارتباط نداشتن کمیونیکیشن درست درسته. به نظر من خیلی روابط رو سرد میکنه بله مم. آیا به نظرتون سمیمیت هم توی این قضیه تاثیر داره چون وقتی که آدم ها با همدیگه سمیمی باشن و حالا به نظر من توی یه رابطه که هستی طرف به غیر از اینکه طرف مقابلت و احساس رمانتیکی بهش داری به نظر من باید دوست صمیمی هم باشه و باید یه صمیمیتی هم بینتون باشه آیا آره به نظر شما این صمیمیت هم تاثیر داره صدر. توی تنهایی صمیمیت آره. خیلی تاثیر داره و میگم اون ادویکیشن اون دا دانشی دانش دانش. که بلو. ما نسبت به روابط داریم مهم. مخصوصا روابط زناشویی این شما در نظر بگیرین که یه زوج مسیحی فقط احتیاج ندارن که با هم دعا کنن و نمیدن پرستش کنن بلو. و کلیسا برن احتیاج دارن رستوران برن احتیاج دارن یه وقت تنها با هم داشته باشن احتیاج دارن بعضی وقت با هم یه فیلم نگاه کنن احتیاج دارن که مثلا یک معمولا آقایون باید این کار بکنن که مثلا یه موقعی بر خانمت گل بگیری یه موقعی بر راجع به مسائل ابراز احساسات کنی یه موقعی باید راجع به با 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 مسائل فکری صحبت کنی بره. یه موقعی باید صحبت و با... میگم خ... اون یه بالانسی باید بین اه... هم چیزهای روحانی باشه هم چیزای فکری باشه و تایم دو نفره من مثلا وقتی که خانومم با دوستاش بیرون میره بلد. خیلی دوست دارم امه. نمیخوام فقط به من وابسته باشه بلد. چون یه سری نیازها داره که به واسه دوستاش برآورده میشن بلد. همه نیازهای ما همه توی خانواده ها برطرف کردن نیازها فقط توسط خانواده نیست امه. از وقتا میبینی یه شخص نیازهای روحانی داره که توسط یه شبان برآورده میشه بعض وقت شما احتیاج به مشاوره من احتیاج به مشاوره دارم که یه مشاور میتونه این اه... نیازهایی که من دارم بله. رو برآورده کنه بله و من احساس میکنم اینکه این, این حرفی که شما میزنین کاملا درسته تا وقتی که به ایشون خوش بگذره و ایشون زندگی شادی داشته باشه انگار به شما خوش گذشته چون ایشون وقتی اون انرژی رو از دوستاشون میگیرن همون انرژی رو وارد زندگی میکنن وارد خانواده میکنن و به نظر من یه پله رو به بهتر بودن و موفق بودن در اون رابطه جلو میره آدم ولی انگلیسی ها یه اصطلاحی دارن میگن هپی وایف هپی لایف شما تا زمانی که همسرت رو خوشحال نگه داری زندگی خوبی هم خواهی داشت من یه استادی داشتم خانومی بود بله. درس تراس رو به ما درس میداد دانشگاه ویست منیستر بله. بعد میگفت میگفت که when mama is happy everybody is happy ام. می گفت من ماما هم توی خونه مادرم امه. وقتی من خوشحالم همه خوشحالم بله. ولی وقتی من ناراحتم همه ناراحتم از این فضای خونه سنگین میشه بله ولی در یه موضوع دیگه هم هست که به نظر من تاثیر میذاره روی احساس تنهایی که فکر میکنم برای خیلی ها پیش اومده خیلی ها از تجربیات گذشتهشون هنوز میترسن در روابط در روابط دو نفره یه آدمی من خودم تو دوستام خیلی دیدم راستش رو بخواین یک آدمی وقتی از یه رابطه ضربه میخوره حالا یا خیانت میبینه یا دروغ میشنوه بالاخره یه سری اتفاقات افتاده که از اون رابطه اومده بیرون و برای شروع کردن رابطه جدید همش داره مقایسه میکنه و همش در مقایسه است با رابطه قبلی و همه شک داره این به نظر من خیلی رو اون احساس تنهایی و به وجود نیومدن اون سمیمیت تاثیر میذاره درسته؟ این معمولا به نظر خود من زخمای عاطفی خیلی دردش خیلی بیشتر تا زخمای فیزیکی یعنی کاملا درست و برای همینه کسایی که پیش من میان دوستای من برای مثلا مشاوره برای همفکری میان مهم. همیشه من بهشون میگم میگم که سعی کنین از این دردی که دارین از این زخمایی که دارین اول شفا پیدا کنین مهم. بعد وارد رابطه جدید بشین چون اگر با این زخما وارد رابطه جدید بشین اون شخص جدید رو هم زخمی میکنین مهم. خودتون هم زخمی میشین دوباره برای همین اون مسئله شفا و آزادی خیلی مسئله خیلی مهمیه و بعضی وقتا می‌بینی این زخما اینقدر عمیقا شاید صد علازه صد اون قسمت سطح بیرون شد شفا یافته باشه ام. ولی اون جراحت ها و خب چی کار در... میشه کرد خب ببین این داری خیلی داری مهمه داری. که من خود من توی یه دوره بود واقعا اعتراف میکنم اینجا ام. جلوی همه <laughs> که از یه درد های خیلی سختی گذشتم ام. ولی افرادی که دوره برم بودن خیلی آدم های قوی بودن ام. و واقعا کرد. همیشه تا عم دارم من مدیون این مم. افراد هستم برست. شبان من توی کلیسای آی سی اف که من برد. بودم خیلی به من کمک کرد مم. خیلی یعنی من تمام واقعا زندگی روحانیم و مدیون این شخصم که مم. هم آدم روانشناسیه برد. هم کشیشه هم برای همین این شخص همیشه من بهش مدیونه یعنی من فکر میکنم اگر تو اون مقطع به من کمک بله. نمی کرد من الان امروز اینجا نشسته نبودم خدا نگهشون داره و امیدوارم که همیشه توی زندگی همه آدم ها باشه از این آدم های ارزشمندی که امه. کمک کنن به زندگی و تنهایی آدم ها مرسی کوروش جان شاید. عزیز و مرسی از شما که تا اینجا همراه ما بودین اما جایی نرین ما برمیگردیم همچنان گپ و گفتی خواهیم داشت با کوروش عزیز راجبه تنهایی میریم یک استراحت کوتاهی میکنیم برمیگردیم با ما همراه باشید مرد داد وشنای م در دورمجم را گرفت زخمی و بردرد تا کتم نافرمانی های مبور از تو بهایش میختوب شد همچون بلد شش گذاشت ایسا به تنهایی او به من گفتد رسم عشقی کردن عشقانه جانت را به بازی خادم پرسای ما چون دی گناه بود برداشت گناهان را ما شدیم ازت از هر ایو گزان

موسیقی تخصیر جمعی ما بردوشاش گذاشت ایسا به تنهایی او به من گفتد رسم عشقی کردن عشقانه جانت را به بازی خادم پرسای ما چون بیگناه بود برداشت گناهان را ما شدیم آزاد از هر ای غزان جیری اشخاش میمونه داره دل خیلی ممنون که امروز ما رو انتخاب کردیم برای تماشا در خدمت کورش اسدی عزیز هستیم امروز توی استودیو و تا اینجای برنامه راجب تنهایی و احساس تنهایی صحبت کردیم که قسمت قبلی هم داشتیم این قسمت قسمت دومه و راجع به اینکه تنهایی در زندگی ما لازم هست یا نه و اینکه توی زندگی های مشترک توی روابط دو نفره معمولا احساس تنهایی بعضی آدم ها توی اون روابط میکنن راج به این صحبت کردیم که اصلا چرا این احساس تنهایی به وجود میاد اما توی این قسمت میخوایم راجبه به این صحبت بکنیم که اصلا چه کار میشه کرد کوروش جان برای این احساس تنهایی که توی روابط مشترک به وجود میاد و چه راه حلی هست برای رهایی از این احساس تنهایی ببینید من دو قسمتش میکنم بله؟ که خیلی بهتر بشه باش دیل کرد یکی اینکه آدما وقتی که اون حالت سینگلن مجردن, آه مجردن آه اون تنهایی رو دارن و یکی از مشکلاتیه که حتی توی خود کلیسا هم هست بچه ها دارن مهم. که یه ذره وقتی که این تنهایی طولانی میشه یه ذره حالت یأس و نامیدی و افسردگی به وجود میاد و خیلی مهمه، ما الان خودمون توی, توی کلیسا خیلی سعی میکنیم بچه هایی که این مشکلات رو دارن خیلی کمک, کنید. کمک کنید. کنیم، تشویقشون کنیم و علیه اول امید دادنه دارستم. چون اون امید به قول کتاب مقدس میگه مهم. لنگر امید فیت به انگلیسیش میشه و تشویق کردن ما توی کلیسا مثلا یه کمیته داریم برای جوانان <تصفح> که جوانان میتونن دور هم جمع بشن <تصفح> <تصفح> یک بار در هفته جمع میشن <تصفح> <متحد> <متحد> با هم آشنا میشن یه کمیونیتی میشن و با هم دیگه و همین که وارد اون تیم میشن وارد اون گروه میشن وارد اون اجتماع کوچیک میشن با... یه قدمیه یعنی یه, یه step forward یه بله. قدم به جلو بجلو. هست و بچه ها میتونن آشنا بشن درست. با هم کما اینکه خیلی از بچه ها اینجور اصلا ازدواج کردن و چه زندگی هایی ما صمیمی خودم الان های سمیمی خودم الان نمیدونم 17 ساله با هم ازدواج کردن چه زندگی شاد زندگی مقدس زندگی خیلی خوبی دارن مه. حالا این یکی راجع به سینگل بودنه مدرد. یه موقعی دیگه هست میبینی خیلی افراد رو میبینی حتی اینا سینگل هم نیستن متعیل هم هستن ولی باز تنها در آره. هستن آره. در رابطه که هستن حتی در رابطه با خودشون و حتی امه. خودشون رو توی سوسایتی هم توی اجتماع خیلی تنها میبینن بله. برای همین هم هست ما توی خود کلیسا امه. گروه های مختلف داریم مثل گروه زوجین داریم امه. گروه های خانگی داریم بله. که افراد میان توی گروه های خانگی شرکت میکنن مهم. اصلا مثل یه فامیلی میشه درست. و خیلی رو من دیدم که میان و واقعا چقدر شفا میگیرن توی این مهم. گروه های خانگی یعنی کلیسا به فکر در واقع مجردین هست به فکر آدم های تنها هست توی کلیسا گروه های حتی مددکاری هست مهم. گروه هست که به افرادی که تنها هن آدم هایی که مسنن آدم هایی که میخوان برن بیمارستان کسی رو ندارن مم. و بچه ها اینا رو همراهی میکنن برشون اپوینمنت میگیرن مم. وکیل برشون میگیرن به با آدم های هوملس کمک میکنن بخوانم. من آره بله. یا خیلی وقتا مثلا بچه هایی که استطاعت مالی ندارن حتی فایلاشون رو میارن به من میدن و من میخونم بهشون کلیسا آره مشاوره میدم چه قدمایی رو برمیداره و من دست. دیدم واقعا واسه کلیسای هم. ایرانی شمال لندن هم. واقعا عالیه تو این یعنی از لحاظ اون آدمای وانربول آدمای شکننده و تنها فوق است یعنی واقعا یه کمک, های... بسیار خوبیه. کمک بسیار کمک بسیار خوبیه که درسته. جمع میشن و خیلی رسیدگی میکنن واقعا نکته مثبتیه و من فکر میکنم توی جامعه ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم خیلی کم شدن از درصد آدم هایی که کمک میکنن و بدون توقع کمک میکنن یعنی کمک میکنن که حالا اگه برگشت برگشت اگه برنگشت درسته. هم. برای خودشون و برای حال دل خودشون انجام میدن و چقدر خوبه که واقعا باشن آدم هایی که کمک کنن به آدم هایی که احساس تنهایی میکنن و حالا خیلی نکات دیگه که شما بهش اشاره کردین یه تحقیق جالبی من چند روز پیش میخوندم راجع به تنهایی از مرکز تحقیقاتی پیو که توی واشنگتن دی سی هستش که معمولا اطلاعات راجع به مسائل مسائل روز دنیا نگرش های مختلف دنیا رو راجبش صحبت میکنه یه مطلب جالبی راجب تنهایی نوشته بود که در سال 2018 طبق آماری که گرفته بودن 28 درصد افرادی که زندگی خانوادگی خودشون رو دوست نداشتن و روابطی که توی زندگی خانوادگیشون با مادر، پدر، خواهر، برادر، امه، خاله، روابط خانوادگی خوبی ندارن در روابط عاطفی احساس تنهایی میکنن در روابط دو نفرشون و زندگی مشترکشون احساس تنهایی میکنن شما نظرتون راجع به این موضوع چیه به نظر منم اه... 28% به نظر من زیاده حالا به نظر من اون سیکیوریتی رو ام امنیت رو توی خانواده خیلی مهمه بله خیلی بله خیلی بله بله. مهمه و این خود به خود اصلا به اجتماع منتقل میشه یعنی میره به یه لول بالاتر که به اون لول اجتماعی میرسه بله. و من دیدم بچه هایی که خانواده های سپورتیب یعنی خانواده هاشون حمایت بیشتری کردن از لحاظ اعتماد به نفس از لحاظ بله. پیشرفت توی کار پیشرفت توی درس از موقعیت های اجتماعی الان شما نگاه کنیم بیشتره کسایی که توی کابینه هستن مهم. توی مجلس هستن بلد. توی در واقع چیزای افیشال رو دارن درصد خیلی رسمی. آره پست های رسمی رو دارن مثل نخست وزیرن بلد. مثل وزیرن. اکثر این از پرایوت اسکول اومدن از خیلی. های شخصی, آره، شخصی اومدن برای همین اون رسیدگی توی خانواده خب طبیعیه خیلی مهمه. بله. مهم این موضوعی که بهش اشاره کردین دقیقا همین چیزیه که شما میگین مخصوصا وقتی بچه در از پدر و مادر خودش عشق بین پدر و مادر خودش رو نبینه من نمیگم اصلا نمیشه ولی خیلی سخت میشه که عشق رو یاد بگیره مم. و توی یک رابطه دو نفر اون عشق رو اجرا بکنه و انتقالش بده من دیدم توی این چند سال اخیر یکی از دوستای دور و اطراف من دیدم که به خاطر حالا مشکلات خانوادگی که از بچگی درگیرش بوده و حالا مادر و پدر از هم جدا شدن و غیره من نمیگم همه کیس ها همه سناریوها ها ولی این دوست عزیز من خیلی تلاش کرد تا بتونه عشق رو یاد بگیره و بتونه یه رابطه موفقی داشته باشه هزاران بار توی رابطه هایی که داشت شکست خورد بخاطر که بلد نبود نمیدونست چجوری ابراز علاقه کنه نمیدونست چجوری عشق بده و عشق تحویل بگیره و این قضیه من انقدر باش صحبت کردم و بهش گفتم که برو کمک بگیر حالا از شبان کلیسات یا از مشاوریه که باهاش میری و صحبت می‌کنی کمک بگیر و حالا خدا رو شکر الان رابطه خوبی داره تو زندگیش و یک رابطه مشترک خوبی داره ولی طول کشید تا این عشق و علاقه رو بتونه تو زندگیش به وجود بیاره البته بعضی وقتا هم برعکسش هست هم. به،, به قول انگلیسی ها میگن میگن your test becomes your testimony. بله یعنی بله. اون دردی که ما میکشیم شهادت ما میشه بله. یا یک،, یک کلمه دیگه به کار میبرم میگن your mess become your message هم. اون آشفتگی که داری پیغام شما میشه توی هل. زندگی و خیلی ها دیدم مثلا شخصی از چشم درد چشم یا بینایی کم رنج میبور رفت چشم پزشک شد هم. یا خیلی ها که آشفتگی داشتن رفتن مددکار شدن بله. و اون طرف قضیه هست بعضی وقتا یا این یکی از بکسرهای خیلی حالا یادم نیست اسمش امریکایی خیلی قرمان جهان بود این پدرش خیلی مادرش رو اذیت میکرد مهم. خیلی خیلی آزارش میداد میگفت من باید پیشرفت کنم که از تو محافظت کنم آخه. و رفت اینقدر این پدر این مادر رو اذیت کرد رفت قرمان جهان شد مهم. بله برای بله. همین اون طرف قضیه هم هست بعضی وقتها اون یه حالت انگیزه ای به آدما میده کلام خدا میگه میگه خشمگین بشید ولی گناه نکنید بله موقع خشمی که یا عیسی وقتی که توی ام. خانه خدا رفت پشکین شد که میزها رو چپ کرد خونه پدر من جای عبادته ام. ولی شما اینجا رو کردین لانه دوزان و رازنان برای همین اون طرف قضیه هم هست یعنی دوتا دو هست بعض وقتا میبینی تاثیر منفی داره افکت میکنه مسبت. روی اعتماد بل. به نفس افراد توی پابلیک اصلا میخوان مثلا جلو پنج نفر حرف بزنن نمیتونن نمیتونم. حرف بزنن ولی اون طرف قضیه هم بل. هست کاملا درسته متاسفانه توی این قسمت زمانی زیاد نداریم ولی شما همراه ما خواهیم بود اگه پیغامی هست راجع به تنهایی و احساس تنهایی به بیننده های ما در حد سی ثانیه لطفاً بگید اون چیزی که توی قلب منه واقعا اینه که ما میتونیم توی یه کراود توی جمعیت هم باشیم ولی تنها باشیم درست ولی تنهایی واقعی به نظر من تنهایی بدون ایساه یعنی شما وقتی که ایسا رو داشته باشین اه. از اون تنهایی در از اون تنهایی عمیق در میاین و توصیه می کنم کسایی که عیسی که مسیح رو با عنوان خداوند و نجات دهنده نپذیرفتن به این ام. مسئله فکر کنن ام. که اون تنهایی رو هم قادر شفا بده. بله مرسی مرسی ممنون که امروز همراه ما بودین اما با شما خدافزی نمی کنیم یه قسمت دیگه هم با کوروش عزیز برای قسمت آیا می ها هستیم همراه ما باشیم برنامه تموم نشده با همدیگه دیگه میریم یک استراحت کوتاهی می کنیم برمیگردیم با قسمت آیا می ها همراه ما این. رسیدیم به قسمت هیجان انگیز برنامه آیا می دانستیدا. که من امروز تنها متین نیست ولی من امروز کلی آیا می دانستید مختلف براتون دارم که راجبش باتون با صحبت کنم الان دوستان کوروش جان یه عکسی رو نشون میدن که این عکس ها جدیدن خیلی موج شده عکس همسران ناصر الدین شاه فکر میکنم شما توی فضای مجازی اگه فعال باشین دیده باشین این ام ها خیلی مختلف از زنهای مختلف از که میگفتن زنهای ناصر دیشان پخش شده اما عکس اصلی این عکس یه عکس کلیه که مثلا حالا این یه دونه از عکس ها از زنهای ناصر دیشان و بچه هاشه ولی این عکس و یه عکس تکیه دیگه این این خانوم همسر اصلی ناصر الدین شاهه به اسم گلین خانوم زن عقدی و اصلی ناصر الدین شاهه بله این عکس و اون عکس قبلی که از چهارده سالگی با ناصر شاه ازدواج کرده و بچه دار شدن و ایشون زن اصلیه خیلی ها مثلا تو فضای مجازی عکس های مختلف رو پخش میکردن میگفتن این زنشه اون زنشه ولی من رفتم اینو در آوردم که بگم آقا ایشون زنه زن اصلی ایشونه یه برخی از حالا توی اون عکس دست جمعی هم که نشون دادن بعضی از این خانوم ها در زمان جنگ به ناصرالدین شاه پناه می آوردن یعنی شاید زنش هم نبودن ولی توی اون زمان به ناصرالدین شاه پناه می آوردن و ازش محافظت می ام دو تا خواهر آمریکایی در سال 1913 مارگارت و مری گیوز یه خواهران دوقلویی بودن که حالا عکسشون رو نشون میدن این دو تا خواهر خواهر دوقلویی بودن که از ناحیه کمر و پایین تنه به همدیگه متصل بودن سال 1913 همونطوری که میبینین و با این حال گردش خون جفتشون یعنی خونشون در بدن جفتشون جریان داشت و وقتی که سه سالشون بودن سه سالشون بوده یه پزشکی اومده گفته که ما میتونیم عمل کنیم و شما دوتا رو از همدیگه جدا بکنیم اما اینا موافقت نکردن خانوادهشون موافقت نکردن و اجازه ندادن که این دوتا خواهر از همدیگه جدا بشن این دوتا خواهر با همدیگه بزرگ شدن همچنین توی اکس هم میبینین تا سال 1930 مارگارت یکی از خواهرها تصمیم گرفت که ازدواج بکنه و ازدواجشون بیشتر از یک سال طول نکشید به خاطر اینکه مشکلات براشون توی زندگی شخصشون به وجود می <applause> چون دو تا خواهر وصل بودن به هم نیه مشکلاتی به وجود اومد و ازدواجشون بیشتر از یک سال طول نکشید 1932 سال 1932 توی یک سیرکی استخدام شدن این دوتا خواهر و این سیرک توی کل اروپا میرفت و تو شهرهای مختلف اجرا داشت و ده سال توی سیرک کار کردن تا سال 1942 توی سیرک کار کردن و بدون اینکه عمل جراحی بکنن و اتفاقی بیفته خیلی سالم کنار همدیگه زندگی کردن تا اینکه سال 1966 به جفتش شون متاسفانه به سرطان مسانه مبتلا شدن و جفتشون فوت کردن و یک عکس جالب دیگه ای من توی فضای مجازی دیدم که خیلی برام جذاب بود و پر از عشق بود دو تا پیرمرد پیرزن هستن که این خانوم اسمشون هست ملیاه دیاه که یک زن 103 ساله هستن و مالزیایی و همسرشون معلولن از سن از فرزندشونن ببخشید فرزندشون 63 سالشونه و معلولن و این خانوم 101 سالشونه و همچنان دارن از فرزندشون مراقبت میکنن و من امید و هنوزم زندن و این این فکتی این آیا میدانستیدی که من درآوردم برای پارساله و هنوز هم زندن تا آخرین اخباراتی که من دارم و این عشق بین مادر و فرزند خیلی جذابه درسته؟ آمین. بله بله کاملا <applause> من فکر میکنم که م... نمیدونم برای من خیلی جذاب بود که این رو با بقیه هم به اشتراک بذارم یک آیا دانستید دیگه هم بگم که یک خرچنگی هست توی دنیا که خیلی معروفه این خرچنگه و خیلی پولسازه حالا نمیدونم برای شما شاید جذاب باشه حیوانات برای شما جذابن شما. <تصفيق> <تصفيق> و این خرچنگ به چه دلیلی اینقدر گران بها و همه دوست دارن که بهش دست پیدا کنن به خاطر اینکه اسم این خرچنگم خرچنگ هم خرچنگ نل اسبیه که خون این خرچنگی ای خون آبی رنگیه که هر گالونش هزار بر از نظر قیمتی با هزار گالون نفت برابری میکنه و خونش خیلی گرون قیمته چرا؟ به خاطر اینکه به خونش میگن طلای آبی به خاطر اینکه تمام با یک یکی دو قطره از این خون این خرچنگ تمام سموم و عفونت هایی که توی بدن وجود داره رو رفت میکنه این خونش حالا نمیدونم توی خونش چه چیزی هست ولی بهش میگن طلای آبی و بسیار بسیار گرون هستش زمان داریم که فکر میکنم بله که من یه آیا میدانستی دیگه بخونم و بریم سراغ آیه هفتمون ما شب یلدا داریم و طولانی ترین شبمون شب یلداست درسته و چین ژاپنی ها در طولانی ترین شب سالشون که همون روزیه که ما شب یلدا رو جشن میگیریم یک رسم میدارن به اسم توجی که وان رو پر از نارنج میکنن یک وان آب داغ رو پر از نارنج میکنن برای شفاف سازی و جوانسازی پوستشون و وان آب داغ در واقع نارنج میگیرن و باعث همونطوری که گفتم شادابی و جوانسازی پوست و جلوگیری از سرماخوردگی توی زمستان میشه و هر ساله این کار رو انجام میدن و به نظر من خیلی جالب بود من فکر نمی کردم اد، کشورهای دیگه طولانی ترین روز سال رو شب سال رو جشن میگیرن ولی هر کدوم به شکلهای مختلف جشن میگیرن کروش جان، آیه این هفته ما از متا باب 6 آیه 34 هست حالا نظر شما را راجع این آیه میپرسم میخونمش اول که میگه پس نگران فردا نباشید زیرا فردا نگرانی های خود را خواهد داشت مشکلات امروز برای امروز کافی است در حد سی ثانیه اگه نظری دارین راجع به این آیه به ما بگید من فکر کنم این بر میگرده به وقتی که نان آسمانی هم اومد مم. اون معنا رو فقط برای همون روز میتونستن استفاده مم. کنن یعنی اگر میذاشتن برای روز بعد کفک میزد میخواست خداوند به اینا نشون بده که فرداشون اوکیه بلد. فرداشون گارانتیه مرسی ممنون که امروز دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین اگر خدافزی هست خیلی کوتاه با بیننده ها انجام بدین خیلی ممنون منم واقعا از شما تشکر میکنم چه افتخار بزرگیه مرسی. که من رو اینجا دعوت کرد. مرسی ممنون امیدوارم اه. که برنامه های بیشتری ملیدوارم. با شما باشیم. مرسی که همراه ما بودین آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین تکرار برنامه ما شنبه ها ساعت 7 و دو شنبه ها ده و نیم صبح به وقت ایران خدا نگهدار. با اون دوربین اگه میخوای خدا کنیم خدا نگهد. <applause> مرسی ممنون های.